بسم الله الرحمن الرحیم. البته اضافه کنم که حال سردار قانی خوبه و امروز در مراسم تشییع شهید نیلفروشان خودشونو نشون دادن. اما دیدن ادامه این برنامه خالی از لطف نیست، چون که وقتی ما اینو داشتیم ضبط می‌کردیم هنوز وضعیت دقیق سردار مشخص نبود و شما با دیدن این ویدیو هم اعتمادتون نسبت به ما بیشتر میشه، همین که با روش کار این رسانه‌های زرد معاند بیشتر آشنا میشید. گمان زنی های رسانه های غربی در مورد فرمانده، به راستی قانی کجاست؟ به نام خدا، با عرض سلام و درود بیکران خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و محترم کانال حاشیه نگار. امیدوارم حالتون خوب باشه و امروز در برنامه جدیدمون قصد داریم به بررسی شایعات پیرامون فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران بپردازیم و به صورت کامل این اخبار و شایعات رو بررسی کنیم و در آخر هم ببینیم آیا اصلا میشه روی این اخبار حساب باز کرد یا نه. اول میخواییم به سراغ معرفی سردار قاآنی بریم و ببینیم آیا اصلا چنین شخصی با این همه سابقه میتونه متهم به جاسوسی یا خیانت باشه؟ پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اول سوابق سردار. سردار سرتیپ اسماعیل قاآنی متولد 13 مرداد سال 1336 و اهل مشهد هستند، هرچند که اصالت ایشون به استان خراسان جنوبی برمیگرده. ایشون با تشدید وقایع جدایی طلبی در قاهره کردستان که پس از انقلاب رخ داد، حضور و نقش جدی رو در برابر این تهدیدها داشتند و در این منطقه حضور پررنگی رو به ثبت رسوندن. پس از این وقایع ایشون به فرماندهی تیپ 21 امام رضا منصوب شدند و تا سال 66 در این سمت در خط مقدم جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشتند. در سال 66 ایشون فرماندهی لشکر 5 نصر رو عهده‌دار شدند و ادامه فعالیت های جبهه رو در این لشکر انجام دادند. اما پس از پایان جنگ تحمیلی و مشاهده رشادت ها و از خودگذشتگی های ایشون تصمیم گرفته شد تا مقام قائم مقامی واحد 8 عملیات که زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه بود رو در اختیار این سردار قرار بدن. در سال 85 اما اسماعیل قاآنی به سمت معاونت اطلاعات ستاد مشترک سپاه نائل شد و در حدود یک سال بعد با توجه به تجربیات فوق‌العاده این مرد به سمت جانشینی فرمانده نیروهای قدس سپاه منصوب شدند و پس از وقایع دی ماه 98 و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ایشون به سمت فرماندهی نیروهای قدس سپاه پاسداران رسیدند تا هیچگاه جای سردار عزیز ما خالی نمونه. اما شایعات پیرامون ایشون در این چند روز اخیر و با انجام عملیات وعده سابق دو و همچنین روشن شدن موتور حزب الله در جنوب لبنان و گرفتن تلفات بیشتر از دشمن، ماشین های جنگ روانی دشمنان این آب و خاک یک بار دیگه روشن شد. در ابتدا بسیاری از رسانه های غربی مثل رویترز اطلاع دادن که پس از حملات سنگین دشمن به زاویه جنوبی بیروت، ارتباط نیروهای قدس با سردار قاآنی قطع شده. این روایت به نقل از منابع مختلف در رسانه های عربی و عبری هم دست به دست شد. در نهایت معاون هماهنگ کننده نیروهای قدس این شایعات را از اساس تکذیب کرد و اعلام کرد که حال سردار خوبه. اما خب کمی بعد رسانه های مثل میدل ایست آی و اسکای نیوز به اشاعه خبری عجیب پرداختند. این رسانه ها مدعی شدند که سردار قاآنی به جرم دست داشتن در دادن اطلاعات به عوامل خارجی توسط نیروهای قدس دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته و پس از اون هم دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده. این عبارات به سرعت در رسانه های دیگه هم نقل شد و مجدداً با شدت گرفتن اخبار مشاور فرمانده سپاه اعلام کرد که این اخبار کذب محض هستند و حال سردار خوبه و در حال انجام وظایف محول است. اما ما اینجا هستیم تا این شایعات رو بررسی کنیم و ببینیم که چقدر میتونن درست باشن. در ابتدای مسئله و با بررسی اخبار متوجه میشیم که یکی از استدلال‌های معاندین برای پخش چنین اخباری عدم حضور سردار در جلوی دوربین هاست. خب قبل از هر چیز در این مورد باید بهتون بگم که
با توجه به سمت حساس ایشون به ویژه در شرایط کنونی منطقه به صورت ذاتی و برای انجام دستورالعمل‌های امنیتی سردار قانی به شدت کم جلوی دوربین ظاهر میشن و حتی از قبل هم همینطوری بود و هر چند ماه یک بار در مراسمی مثل راهپیمایی ما ایشون رو میدیدیم. در حال حاضر و با شدت گرفتن درگیری‌ها طبیعیه که حضور در جلوی دوربین عملاً کاهش شدیدی پیدا کنه و این مورد به تنهایی نمیتونه این شایعات رو تایید کنه. نکته دوم اما میتونه حیله دشمن باشه. احتمال این موضوع وجود داره که دشمن در حال حاضر به شدت دنبال مکان سردار قانی و گرفتن اطلاعات از وضعیت دقیق ایشون در شرایط و زمانهای مختلفه. به همین علت با سازماندهی چنین شایعاتی قصد داره شخص ایشون رو مجبور به واکنش کنه و یا با توجه به واکنش‌های مقامات در کشور مکان ایشون رو پیدا کنه. نکته بعدی اما برمیگرده به مسئله جنگ روانی دشمن. در حال حاضر که رژیم جعلی در حال خوردن ضربات سختی از محور مقاومته، احتمال انجام یک عملیات روانی گسترده و سطح بالا برای از بین رفتن روحیه نیروهای خودی به شدت بالا رفته و پیش بینی میشه که این اخبار دست پخت دشمن برای عملیات روانی باشه. و در نهایت با توجه به تکذیب شدن این ادعاها توسط مقامات مختلف سپاه و تایید خوب بودن حال سردار اسماعیل قانی، این شایعات به طور 100% کذب تلقی میشه و از اساس باطله. باید به شدت حواسمون رو جمع کنیم تا خدایی نکرده درگیر مسائل جنگ روانی دشمن نشیم و در دام اونها نیفتیم. اخبار شایعه اون هم در چنین سطحی با توجه به گزاره‌های ذکر شده از سوابق سردار قانی اصلا به ایشون نمیخوره. شایعه شهید شدن ایشون هم به طور کامل رد شده و در حال حاضر ایشون مشغول انجام وظایف خودشون هستن و ما هم آرزوی سلامتی و پیروزی برای این سردار بزرگ داریم. خب دوستان، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. خیلی ممنون که منو تا به این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستم و تا برنامه بعدی، یا علی مدد.